پاسخ کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید چی بود؟ بله، خانم جان پیر گفتش که اولا اذعان کردش که وجود کانال باز ارتباطی با اهمیت هستش برای دولت جو بایدن، اما وارد جزئیات نشد که این کانال ارتباطی چگونه هستش و از طریق چه کشور ثالثی یا چه نهاد ثالثی رخ میده و گفتش که اما در کل سیاست دولت بایدن در 2.5 سال که از زمان حضورش در کاخ سفید میگذره تا کنون در قبال جمهوری اسلامی هیچ تغییری نکرده، همچنان اعمال فشار برای تغییر رفتار برهمزننده جمهوری اسلامی در منطقه رو داره اعمال میکنه با همراهی متحدین و شرکایشون، و همچنین گفتش که تحت هیچ شرایطی دولت جو بایدن اجازه نخواهد دادش که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و این تعهدی است که ادامه خواهد داد. همچنین گفتش از نزدیک رصد داره میکنه فعالیت‌های غنی‌سازی جمهوری اسلامی رو و این رو داره پیگیری میکنه و گفت برای همه سناریوها و گزینه‌هایی که لازم هستش در قبال اقدامات ایران انجام بده برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و این برنامه‌ریزی‌ها با شرکا و متحدین آمریکا رخ داده و به طور کلی باز تأیید و تأکید داشت بر اینکه تغییری در سیاست جو بایدن در قبال جمهوری اسلامی با توجه به این گزارش‌ها و درس‌های اطلاعاتی که رخ میده رخ نداده و اون خط نهاییش اینه که جمهوری اسلامی دست به سلاح هسته‌ای پیدا نکنه.